بله ډیره مننه له نسیره جان څخه چې موږ ته تصویري بسته چمتو کړې وه، کالی واخیسته د کال تفلته، او تاسو ولیده چې له کال ماشوم ته نسیره جان توفې هم واخیستې او تول شوی و. انشاءالله چې دا کال د افغانستان ټولو ماشومانو ته یو ډیر ښه کال واوسي. ټول هغه ماشومان چې خپل درس له لاسه ورکړی، د سرکونو په سر باندې دست فروشي کوي، انشاءالله چې د دوی آینده جوړه شي او زموږ اقتصادي وضعیت ښه شي، د کورنیو اقتصادي وضعیت ښه شي، تر څو دې ته اړ نه شو چې ماشومان وباسو کور ته او ماشومان دست فروشي وکړه. د خپرونې په دې برخه کې هم له ځان سره دوه قدرمنې میلمنې لرو، زموږ د نیوز لایقه با استعداده خوږه نجلۍ فرحناز فریبرز له موږ سره ده، او تر څنګ یې ډاکټر صاحب مهربان خانم عزیزه محمدی هم امروز با ما در برنامه هستن. فرحناز جان په خیر راغلې او نوی کال مبارک. خیر وسې، سلام پر تاسو او ټولو لیدونکو ته، نوی کال ستاسو مبارک وي و سال نو تمام هموطنان عزیز مبارک باشه. بسیار تشکر، لباس زیبایت هم مبارک باشه، بسیار مقبول میگید. مطمئن ده تمام گزارش ها هموطنان ما خود تا با لباس رسمی دیدن، ولی لباس هم بسیار میزیبه برات فرحناز جان. شما میربان هستین، لطف کردین و همچنان از خودت میفهم که با هم رفتیم انتخاب کردیم. بله، چشمات زیباست و انتخاب خودت هم بود. تشکر فرحناز جان. خانم محمدی شما هم خوش آمدین، سال نوتون مبارک و چی یک رنگ چادر زیبایی پوشیدین. زنده باشین. من بنابرای خودم از زمین سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارتان و همچنین خدمت هموطنان عزیز ما. امیدوارم که سال پرخیر و برکتی را شروع کنند. انشالله. تشکر از اینکه تشریف آوردین. خب فرحناز جان، بیاز دنیای گزارش ها بگو، از دنیای خبرها بگو، چطور بود سال 1400؟ بر خودت چطور گذشت؟ چه خاطرات جالب داری از سال 1400؟ سال 1400 با تمام مشکلاتی که بود و سیل از تحولاتی که بر مردم افغانستان بود، گاه این تحولات غیر قابل باور بود بر مردم افغانستان و ما تمام که جز از این مردم هستیم و در سرزمین زندگی میکنیم، همه چیز در حدش قابل پیش بینی نبود. رسانه ها و خانواده رسانه ها 13 نفر اعضایشون از دست دادن، که در اون جمله آریانا هم شامل بود. ما بله. همکار خوب ما را مینا خیری را از دست دادیم در این سال. مشکلات بود، ولی باز هم با تمام مشکلاتش یک سال بود که ارتقا بود، فرصت ها بود و تانستیم وظیفیم یا امو بخشی که کار میکردم تغییر بکنه و ما با فال خوب میگیریم. سال خوب بود که گذشت. انشالله که یک سال خوب باشه. سال قبل هم با همه تحولاتش قسمه که فرحناز جان یاد کرد سال خوب بود. انشالله که سال 1401 یکی از بهترین سالها برای تاریخ افغانستان انشالله. باشه. خب خانم محمدی، شما بیشتر در ایران زندگی کردین، بیاین در مورد ازی بگوین که چند سال از افغانستان زندگی میکنین، چی فرق داره در ایران، چگونه تجلیل میشه سال نو در افغانستان، چگونه تجلیل میشه به نظر شما؟ من حدودا یک سال میشه که به همین تازگی برگشتم افغانستان. خب شاید اولین سالتان هم باشه که سال نو اینجاست. بله، قبلا هم تجربه کرده بودم، آمده بودم، ولی منتها دیگه امسال اولین سالی هست که همزمان با کار و همزمان با اینکه مثلا با مردم ما هستیم و با این همه تحولات بزرگ، فکر میکنم تغییرات زیادی در مراسم سال نو، مراسم هایی که مثلا عناناتی که اجرا میشن هست، ولیکن در کل خود شور بهار و آغاز بهار و شکوفایی فکر میکنم در اینجام دلای مردم دیده میشه، در اونجا هم همین قسم است و فرقی نمیکنه. خب کدام رواج خاص ندارن در روز سال نو که فرق داشته باشه با افغان ها، یک چیز خاص باشه که تجلیل بکنیم و شما هم بخواین امو خاطره را یا هم امو رسم و رواج در افغانستان هم تجلیل بکنیم؟ تنها فرقی که هست فکر میکنم ایران مروج است که همه سفره های هفت سین پهن میکنن و هفت سین مانند سیر، سماق، سرکه، سنجد، سمنو، تمام اینا نمادی از یک چیزی رو بیان میکنن که هست. و سر سفره های ما افغان ها فکر میکنم که هفت میوه هست و بله. اینی همو فرقی است که بین ایران و افغانستان هست. تنها چیزشان اینمی هست، متباقی تعطیلاتی هست که خیلی طول میکشه. در ایران تا 13 روز تعطیلات هست و روز 13 هم سعی میکنن که بیرون برن و در فضای سبز و در بین درخت ها و شکوفه ها مثلا تجلیل کنن و گرد همایی کنن. بهار در کل صحبت از آغاز میکنه، از دوباره شکوفایی کرد.
کردن. دقیقاً. و امیدوارم که در کشور ما هم همچنین آغازی امسال پر از دستاورد و پر از شکوفایی برای همه باشه. انشالله خانم محمدی، آرزوی همه افغان ها همی است که یک سال پر از شکوفایی، پر از پیشرفت داشته باشیم. فرحناز جان، در مورد پلان هایت بگو. سال جدید شد و خود طالب مسئولیت های تن بیشتر شده، چی پلان هایی داری به سال جدید؟ تو آغاز کردی خودت سال جدید، آیا با خانواده تجلیل کردن تا حال یا نه؟ بله، یک برادرک من متولد حمل است که میروز اول نوروز ما برو یک جشن گرفته بودیم در کنار ازی که هفت سین و هفت میوه و اینا هست و ما یک خانواده کوچک هستیم. دو برادر دارم و با خود مادرم پدرم یک زندگی مختصر. به نظر من سال که پیش رو داریم یک سال باشه که ما باید بیشتر از سالهای دیگه زحمت بکشم. در کنار از اینکه کارم نسبتا مشکل تر است، باید تحصیلات خود ادامه بتم و بتونم درسایم به پایان برسانم که یکی از اهداف بسیار مهم است برام. انشالله که بتانم. انشالله میتونی و بر همه ما توانایی و استعداد خودت معلوم است فرحناز جان، که یکی از دخترهای بسیار زحمتکش و با استعداد سی و حتما میتونی به تمام اهدافت برسی. خب بعد از برنامه چی پلان داری؟ میری به طرف گزارش ها یا هم میری به تجلیل کردن؟ امروز خب ما کار میکنیم و جمع از همکارای ما بیرون از دفتر میره. بله، و من هم باید کار بکنم و مطمئن هستم که امروز یک دو همکار ما نمیاین و کارون هم بالای من هستن. بله، و میشه که از هفت میوه هم نوش جان بکنن اگر میخواین که ما برتون بندازم. ما رو بتین میریم بالا. خب میشه خیلی ما برتون، حالا که خانه ما آمدن دیگه مهمان ما هستن، حتما استان مهمان نوازی هم میکنم. خانم محمدی چقدر علاقه دارین به هفت میوه؟ بسیار کم میکشین. خب فکر میکنم که اولین تجربه ما باشه برای خوردنش. خب زیاد علاقه ندارین. خیمه هم بسیار کم براتون میکشم. البته یه هفت میوه رو هم خود ما آماده ساختیم با یکی از فرهنگای ماست در سال نو. شما هم به فال نیک بگیرین، نوش جان بکنین. فرح جان خودت چطور؟ چقدر علاقه داریم؟ اوز خوب الک درکم. البته فراموشم نشه که دیشب در استوری فرجان هم دیدم سفره هفت سینه هم آماده کرده بودن و هفت میوه هم آماده کرده بودن. تنها نوش جان کرد به ما نارد، ولی ما برد میدم فرجان. لطف کردیم، دستان درد نکنم. خواهش میکنم. خب چطور است مزیش؟ دست کنین شما و بعد از او برمه در باری مزیش بکنید که ما مقصد زیاد زحمت کشیدیم دیروزی را آماده ساختیم با هیله جان و نزیره جان. دستتان درد نکنه. خب نوش جانتان. خب خانم محمدی، در مورد فرهنگ هفت سین بگوین که به نظر شما فلسفه شستی است و چی چیزا شاملش میشه؟ ما خب هفت میوه داریم، مثلا هفت میوه میباشه ولی اونا هفت سین دارن. در مورد هفت سینش معلومات بتن که چه قسم میباشه، کدام غذاهاست یا جدا از غذاها دیگه چیزا هم شامل امو سفره هفت سینشون میشه؟ ببینید، در قدم اول خود سبزه هست. سبزه نماد سبزی و نماد سبز شدن دوباره هست در سرسفره هفت سین. خب معمول در افغانستان هم هست و در ایران هم هست و حالا تمام فرهنگ های مشترک خاورمیانه فکر میکنم دیگه هفت سین هست. بله. در کنارش سنجد هست که سنجد هم یکی از فکر میکنم میوهاتی میباشه که برای سلامتی بسیار مفید میباشه و سیر هست که برای سیر یک نمادی داره برای طول عمر، برای دوام، برای ماندگاری، یک همچنین چیزی رو نشان میتن. و در کنار سیب هست، باز سیب نماد سلامتی و شکوفایی و رنگ سرخ و اینا رو همراه خود داره. و سمنو هست که سمنو یک غذایی هست که از جوانه گندم فکر میکنم درست میشه و خود که همه سبزه های سمنک هم هست در سمنک. بله، افغانستان سمنک تلفظ میکنن و در ایران سمنو میگن. طرز تهیه پختن سمنو، بودن سمنو در سر سفره هفت سین الزامی میباشه. سکه هست که سکه نماد ثروت و پول و
نماده ای است که تا آخر سال دیگه جیب هیچ کسی خالی نباشه. در کنار سکه، خب متباقی چیزایی که سفره را باش تنظیم میکنن، مثل تخم مرغ رنگی و مثل مثلا گل و مثل آینه و شمدان و قرآن هم در کنارش میذارن که سال پرخیر و برکت با یک سوره قرآن آغاز کنن. و همچنین سرکه هست. سرکه در روی سفره هفت سین باز هم یک نماد خاص داره. سرکه فکر میکنم یک خاصیت سمزدایی داره. بله. و ای که سر سفره هفت سین هست، فلسفه های زیادی در مورد سرکه هست که چرا سرکه در روی سفره هفت سین و به عنوان یک نماد است. یکی نماد سمزدایی، نماد پاکی، نماد فکر میکنم که برطرف کردن کدورت ها یک همچین چیزی است، خصوصا سرکه سفید که برنگ زلالش سر سفره هفت سین. بله واقعا که چقدر خوب تشریح دادن، چقدر خوب در مورد فلسفه هر کدامش معلومات دادن که واقعا ما در مورد فلسفه بسیاری از غذاها و بسیاری از موارد نمیفهمیدم. بسیار تشکر خانم محمدی. فرجان دیدی پاره وای چه ماشومتوب سنگه و نوای کال او اوز چه قطع شوی سنگه دی؟ آیا ماشومتوب سنه خفه شوی؟ سمره فرق لری ستا په نظر ده ماشومتوب تجلیه ول په نوی کال که او کله چه مون غټیږو؟ اوس زه پښتو خبرې وکم که دری هر رقم چې راحت دی دری خبرې کوم زرانه غلط نیسی په پښتو کې. ډیره مننه. دنیای کودکی یک دنیای خاص، یکی از مراحلی که انسان پشتش دق میشه، ولی من زمانی که به مکتب بودم یک کم نازدانه بودم در خانه، خصوصا همراه پدرجانم زیاد عادت داشتم. ما همیشه روز نوروز بیرون از خانه می رفتیم همراه کسایی که در خانه بود، ولی وقت بزرگ شدم و فارغ از مکتب، دانشگاه، کار، وظیفه، قبلا ما به بخشای دیگه که بودیم در روزهای خاص مثل عید و نوروز می آمدیم دفتر و کار بود، ولی پشت اون روزا دق شدیم، پشت بازی ها، پشت فوتبال کردن، پشت درخت ها و پشت بالاشتن و درخت ها واقعا دق شدیم. خب خیر سال که از برنامه خلاص شدیم میبرم درخت های روی اونی که از میتانی بالاش همی بازی کنی که دقیقتت برای شاید من ظاهرن عاجز به نظر برستم و دختر آرام، ولی دوست دارم، ولی آتش پرچه هستم بکنم. خب فرجان، کودکی هم یک دنیای خاص بله. می باشه، خاطرات خاص خودم می داشته بله. باشه، ولی و زمان که کلان میشیم هم مسئولیت های ما زیاد میشه. طبعا هر زمان را که ما از دست میتیم، حتی یک دقیقه قبل را که ما از دست میتیم پشتش دق میشیم، ولی خوب است که خاطرات خوبه و کارهایی را انجام بدیم که ما پشیمان نشیم از انجام دادنش و یک خاطری خوبی را داشته باشیم. خب خانم محمدی شما بگوین، فیزیوتراپیست هستین، زمان که سال نو میشه چقدر مشتریهایتون زیاد میشه؟ شاید خانم ها زیادتر آمادگی بگیرن به خاطر سال نو و به جلد و به رویشان رسیدگی بکنن. چقدر به تعداد مشتری هایتان افزایش پیدا میکنه، زیاد میشه کارتان؟ کار ما خود در این روزای آخر سال خیلی زیاد بود که طوری که ما دیشب تا ساعت 8 شب کار کردیم. معمولا کسایی که به علاوه از اینکه کسایی که به صورتشان میرسن و لیفتینگ میخواین و حالا مثلا میخواین صورتشان هایپو شوه یا که برجستگی روی صورتشان ایجاد شوه و شادابی، در کنار از این اشخاصی هم هستن که مثلا خانه تکانی کردن، کمر درد شدن، وسایل سنگین بالا کردن، ناگهان رجوع میکنن. حتی ما داشتیم ساعت 7 شب دیشب که یک مریض رجوع کرده بود، میگفت من میز بلند کردیم حال کمرم صاف نمیتونم. بیروبار زیاد میشه و شلوغ زیاد میشه و نزدیک سال نو است، ولی خب خوب نشان میده که به خاطر سال نو بله. مشکلات زیاد میشن. خب فرق میکنه، بعض از خانم ها هستن همش به خود میرسن، بعض از خانم ها هستن به خانه های خود بیشتر میرسن. فرجان خودت برام بگو که در خبرها ماشاءالله زیاد زحمت کشیده بودی، در بخش اول برنامه ما یکی از گزارش هایی که خودت تهیه کرده بودی دیدیم، هم واقعا عالی بود. در مورد خانه تکانی برام بگو که مادر جان تنها موندی در خانه تکانی یا کمک کردی امروش؟ ما در خانه قرار تقسیم کردیم. معمولا اگر خدا نخواسته باشه مادر مریض باشه، باز ما گوشه میمونیم. یعنی همیشه مادر آشپزی میکنه. پاکاری خانه از بیادر خوردم است. اونا هر تایمی که باشه در خانه برق باشه او جارو میکنه، حتما باید کارش انجام بده و جارو کنه. من و صفای آشپزخانه و بخشای دیگر. بسیار خوب، پس مسئولیت خودت زیاد بود در سال نو. والا یک کم زیاده. خودت خو کمر تاوگور نکدی، خب خانم محمدی هم همینجا هستن که هم کاری کنن امرویتان.
راحت است. خدارشک. خب خانم محمدی، شما بگوین جدا از اینکه مشتری میایه برشان رسیدگی میکنن، دیگه چی آمادگی های شخصی خودتان؟ آیا خودتان هم مثلا به صورتتان لیفتینگ دادن یا دیگه کارهای شخصی را انجام دادن؟ کارخانه باشه، خانه تکانی باشه، آماده ساختن هفت میوه باشه، هفسین باشه؟ بله، برای تهیه هفسین خب قطعاً چون رواج است از بچگی مانده، خب سعی کردیم که یک هفسین کوچکی در خانه در کنج میز درست کنیم. ولیکن در کنار هفسینی که مثلا درست کردیم، خب قطعاً به خود رسیدن کار خوبی هست. بله. ولی آنچنان وقت خاصی نذاشتیم برای رسیدگی، چون فکر میکنم امروز و فردا را من فکر کنم برم به خودم برسم و به صورتم و به خریداری و به لباس و چیزایی که مثلا از قبل آمادگی گرفتیم، فکر میکنم مال دو هفته پیش بوده که ما مثلا بعضی وسایل خرد خردی که خریده بودیم و مثلا کارهای خردی که برای آمادگی گرفته بودیم. بله، بسیار خوب و انشالله که یک سال خوب و خوش داشته باشین. فرجان، خودت هم، خانم محمدی، و تمام آرزوهای نیکی که دارن، و تمام اهداف که دارن، انشالله که بتانین در سال 14 برسین. و تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتن، آمدن بار برنامه ما رو رنگین تر ساختن. تشکر از خودتان بابت دعوت سال نو قشنگتان. تشکر. فرجان، اگر پیامی داشته باشی میشنویم از خودت. من تنها یک آرزو میکنم، انشالله که همه افغان ها در هر جایی که هستن در کنار عزیزانشان بانن و هیچ کس از هیچ عزیزش دور نباشه. انشالله. و خانم محمدی؟ من هم آرزو میکنم و همی که امی مثل یک پیام است برای همه که ما مثلا و کشور و ما و آینده ما همه در دست خود ماست. دقیقا. ما میتوانیم، میمانیم و کشور ما از این قدم بهتر و بهتر شکوفا میشه. انشالله. بسیار تشکر از اینکه تشریف آوردین. سلامت باشین، روز خوب و خوش داشته باشین. دیر مننه. او قدرمون لیدون کله که څنګه چې تاسو ته هم معلومه ده، نوی کال، نوی پسرلی، د شینوالی، د نوی شکوفایی کال دی. او زموږ همکاران هم تللی و نهالشانی کرده چې ټول همکاران مو یو ځای تللی دي. او خدای چې تاسو هم که تر اوسه مو نیالونه نه دي کرلي، حتما په خپل کور کې، په خپل کوڅه کې بوټي او نیالګي وکرئ. او وروسته له هغې رسیدګي هم یو لوی مسؤلیت دی چې وروسته له نیالګي کینولو او له بوټي کینولو څخه حتما ورته رسیدګي هم وکړئ. او زموږ همکارانو هم نیالګي کینولي دي. او ځای یې ګورو.